ولی اینی ما میگیم اندازه چقدر از این پایان باشه و چقدر بالا باشه. اینجا اگر الان هم دارین شما میشه که انتواسط از یام ارتفاعش چی کنیم کم زیاد کنیم. فرضاً من میگم به این اندازه چی باشه پایین باشه. این از قسمت دیده نه اینی ال اندازه رو شما میتونین برای چی کنیم مشخص کنیم. وقت که جمعین اینجا ببینین اتومات برای چی میکنه مشخص میکنه. وقتی که شما باز دنما میرین اتومات اندازه رو از چی میکنه از این قسمت تا جره برتون دنمای مقابل برتون نشان میده. یعنی علامه رو شما میشه وقتی که بالا از کلیک کردی گیره میشه که بالا بسازی از هر کدام از خودش میشه. درست است نه؟ ما وقتی که از شکاری رو میگیرم این همی چیز رو که شما میگیرین از شکاری میشه. یعنی از قسمت رو ببینین وقتی که ما بالا انتخاب میکنم از شکاری بالا میشه. وقتی که از خود دیوارم کلیک کنین اتومات همی علامه فعال میشه. بالا از کلیک میکنی اون قدر که بخوای به اندازه دلخواه میشه که چی کنی اندازش تغییر بده. چه قسم؟ این دیوار بخاطر که قسمت پایینه که از شیشه کاری نمیدن بخاطر پای خوراست نه؟ آه ایره خب ما فرض هم توی چی گفتیم؟ مثال دادیم در منزل دو هم در قسمت مارج قسمت کلندینگ نه؟ بله بله میشه میشه شما کافی میگیرین در قسمت بالا پیست میکنین و بخاطر از که به یک مسیر بیا شما از دستوری الاینی که در قسمت خواندیم استفاده میکنین. یعنی کلیک میکنین در قسمت و قسمتی را که هر طرفی که هست به یک مسیر بیا. ای هم یک کلکین است حالتی خاص کلکین است. تفاوتش این نیست که یک اندازه مفصل تر است نه؟ شما عین کار میشه ایرن انتخاب کنین کافی بگیرین و در قسمت بالا انتقالش بده. فهمیده شد نه؟ میشه از قسمت بیس آفسید هم اونجا برش قیمت بتین میشه از این قسمت هم برش بتین. نال وقت که ما در لیول یک برم ایره که انتخاب کنیم در قسمت element properties بیس آفسید شو به اندازه 200 است. شما میشه که به تاپ آفسید غیر فعال است که نه فکر ما شد تا بیس آفسید هست شما میشه همیشه قیمت بدین. بخواد بیس آفسید منظورش ایست که ارتفاع از قسمت بالا به طرف پایین چقدر باشد به طرف اساسش. بخواد به خاطر شما همیشه منفی قیمت میدین. اگر بخواین که از دیوار بلند بره بازور قیمتش چی میدین؟ مثبت. درست است نه؟ ساده ترین کارش اینه که برین در قسمت 3D و از جا هر قسمتی را که میخواین خودتان انتخاب کنین و از این چیزایی که هست از جا استفاده کنین. از این دیوار رو ببینین بالا هر کدامش که کلیک کنین از خودش فعال میشه. اینه به شکل از این را که انتخاب کنین و از خود به شکل شما میشه که قسمت چی را استفاده کنین. دیگه چیزی را که باید میخوندیم چی بود؟ خب اصلا بعضی تصویرهای دیگه هم بود که در خود برنامه تیار است که ما چه قسم را انستال کنیم یا ایجا امپورت کنیم. شما ببینید در قسمت کامپوننت وقتی که میرین پس دلیور از ایمه در قسمت کامپوننت شما میرین در قسمت لود و ایجا یک دستور است به نام انتوریج. دستور انتوریج که شما کلیک کنید یعنی بعضی وسایل و بعضی آدم ها که از قبل تیار است در اینجا هستند تیار. اینجا ببینید این در این قسمت فرضاً این را من انتخاب میکنم و این روپن میگم و در این قسمت چی میکنم نصبش میکنم این را به شکل این حال شما ببینید وقتی که ما در 3D میریم و ما این رو دلیت میگم در قسمت 3D وقتی که میریم شما اینجا ببینین وقتی که ما رندر بگیرم شما ببینید در قسمت رندر رو باز پسان میخوانیم این آدم هایی را که شما اینجا میبینین اما اندازه را که ما شما در اوجه کلیک کردیم اما چیز اینمی نفرات کلش یک قسم است.
ولی ما چطور میتونیم که نمیا متفاوت شون؟ ساده ترین کارش اینه که بالای خود از یکش کلیک میکنی، در قسمت element properties میریم. در قسمت element properties که رفتین، در این قسمت نام است، شما نامش رو تغییر بدین. درست است نه؟ فرضاً این چیزی که ما امپورت کردیم یک مرد است، چیزی که دوجا تیار است چهار نوع مرد است، چهار نوع مرد. شما اینو که انتخاب کنی، فرضاً من اینو انتخاب میکنم و در قسمت element properties میرم. دیجا نامش تایپش چی است؟ دیواین است چی است؟ هرچی که است. شما وقتی که ایره الکس انتخاب کنی و اوکی بگوین، اینی الکس میشه و اینی نامو چیزی که سابق بود. درست است نه؟ سکنه وقتی که من از ایره در میگیرم او پیشتر نیست دیگه. ایره کارار بگیریم، یعنی ببینی ای دیگه است. درست است نه؟ و شما که روتیت بکنین هر طرفی که بخواین رخ نفر میشه دار. من خودش اگر بگویی چی کنم؟ این اصلا مثلا در گرفتیم مثلا در قدر صاف آمانی آه؟ ما میخواییم مثلا یعنی تو صاف برده اونجا تصویر به نمی آیم تصویر صاف نه، این آن مثلا پروژه که ما شما هر چی کار میکنیم یا شکل واقعی و حقیقیش نیست. باز بعد از اینکه ما شما پروژه ما تکمیل میشه از پروژه رندر میگیریم. تقریبا اساسی ترین بخشی که در پروژه کار میشه بخش رندر است. تمام زحماتی که شما میکشین در قسمت رندر مشخص میشه. حالی که شما اگر ببینید بسیار یک چیز خراب معلوم میشه، وقتی که رندر ببینید ببینید چقدر منظم است نه؟ یعنی منظور است که شما چه قسم بتونید نفر چنج کنید. به همین شکل شما میتونید وقتی که در کامپوننت برین از طبقه در قسمت لود میریم در قسمت انتوریج دیجا وسایل هم هست، یعنی ببینین موتر هستن، هر قسم موتر را که بخواین در قسمت هست و از قسمت بود وسایل برای قایق و کشتی و چیز هست که شما میشه استفاده کنیم. و در قسمتی از یا فرضاً ما همیجا یک تا اینی را انتخاب میکنم میسته کنین این فیمیل هست نه؟ این رو پن میگیم فرضاً این در قسمت یک تا ایشه یک تا ایشه یک تا ایشه نصب میکنم در قسمت این. اینال ببینین این کار را که بالا هم قسمت کردین در قسمت هم میشه شما انجام بدین. چه رقم؟ رارار میگیریم رندر بگیریم. یک قسمش هست که از انمی زن است، ای تو به شکل نشسته است. وقت که اینال ما نامشو تغییر بدیم این نمیسته، دیدین؟ و ایره شما چه وقت استفاده میکنین؟ وقت که فرضاً یک چوکی را نصب میکنی میخواین که یک کسی باشه که سر و چوکی شده باشه نه؟ باز این از این مدل استفاده کنی. باز این که چه قسم بالای یک چوکی او را جا بجا کنین میرین در قسمت چی؟ در قسمت نما میرین و در قسمت نما او را موف میکنین تا اینکه بالای اونم سطح چوکی برابر شوه هم قسمتی که میشینه نه؟ اینال سعی کنین به شکل است، ای به شکل نشسته است. وقتی که شما باز رندر میگیرین یا فرضاً اینجا یک چوکی است، اینجا چی میگیرین؟ در قسمت یکی از نما میرین، در قسمت نما که رفتین اینه در قسمت براتون مشخص میکنم این قسمت قسمت چوکی است. درست است نه؟ و ایره شما به طرف بالا یا پایین موو میکنین تا اینکه به مساحت خود چوکی چی شوه برابر شوه. و وقتی که رندر میگیرین اتومات به شکل از این معلوم میشه که سر چوکی شده. ای یک طبقه است که به شکل چی است؟ کشیشته. و شما میتونین که وقتی که بالا از این کلیک کنین و ایدیت element properties رفتین و از این قسمت وقتی که نامش رو تغییر میدین، فرضاً نامی از یه از سنتیا، وقتی که لیزا بگیرین این همی چیز را که من یعنی اوکی کردم ببینین این همی سنتیا بود سابق و وقتی که من کلیک کردم این دیگه لیزا است. وقتی که شما رندر بگیرین این دیگه کس است. شما توسط تغییر دادن نام میشه که شکل همون چی را هم تغییر بدین. نه نیست، شما میشه که این را هر جایی که خواسته باشین نصب کنید. این لیزاست که نام شما تنها تغییر دادم. وقتی که شما هر نام تغییر بدین 6 7 رقم نباشه است، با هر نام مشخص اما مدل خودش میه اما این چیز. و دیگه میمونه مسئله از اینکه فرضاً شما چه قسم یک چیز قطر را در 3D نشان بدین. درست است نه؟ باش که را کلوز کنم
در این قسمت ریوه نیم یک پروژه ایره کمو را چنون در مثلا در بینچ هم ویندوز هم در کنور سیدی نورتا ها چه هم نیره او رازی او سکنی 3D Max او او رازی او سعی کنیم مایرا اینی پروژه را چی میکنم؟ شما میخواین که قطع را در 3D ببینین، مثلا قطع کردیم میخواییم که این قطع ما را در 3D ببینیم، درست است نه؟ شما توسط چند دستور میتونین که فرضاً در اینجا ببینین، ما یکی نما را میتونیم از قسمت نما از جا بگیریم، الیویشن قطع را از جا میشه شما انتخاب کنین و یک در کار دیگه هم میشه که توسط از این طرف از این رایت کلیک کنین، وقتی که رایت کلیک کنین آرین تو ویو بین آرنتو وی که آمدین نه نه فلور پلان هم میخواین ببینین، الیویشن هم میخواین ببینین و سیکشن هم میخواین ببینین. اونم کاری که اینه که ما دیجا میکنیم در توسط از جام میشه رایت کلیک کنی در قسمت آرنتو ویو بین و از هر چیزی که میخواین ببینین. این حال ببینین وقتی که ما در قطع سیکشن میگیرم، یعنی قطعی است که ما قبلا گرفتیم، درست است نه؟ یا یکی فرضاً ما پس میرم در لیول چی میرم از جای قطع میگیرم و قطع را میگم این از این قسمت باشه، این از اینجا و دبل کلیک میکنی این قطع، این قطع آمده و این قطع در چی هست؟ در دوبودی است، درست هست نه؟ شما شیفت بگیرین که تسکرول و به اون قسمی که ما دیگه پروژه را اوربیت میکردیم دوران میدادیم ایران میشه، شیفت بگیرین که تسکرول، درست هست نه؟ ولی اینجا ببینین برتون چی میکنه نشان نمیده و وقتی که شما میرین پس در قسمت 3D و از جمعین در این قسمت و مین آرین تو ویو و از جمعین سیکشن چند بود؟ 3. درست هست نه؟ این حالی ببینین وقتی که ما آربیت میکنم برای ما نشان میده تفاوت یزی با این قسمت نمیسته که در اینجا شما نمیتونین که قطع رای کردین قطع آنه در 3D ببینین، ولی در قسمتی از جا آرین تو ویو که میدین شما میتونین که قطع رای کردین در 3D ها میره ببینین به شکلی واضح، درست هست نه؟ تفاوتی که دارن دمی دو بخش دارن که شما دو قسمت میتونین 3D را ببینین قطعش و دو قسمت نمیتونین. و اینجا یک علامه است که اینجا ما قبلا هم گفتیم علامه هوم است، شما اگر بخواین حالت اولی تان پس بین بالاش کلیک میکنید شما را پس به حالت نرمال میبرد. دستوری را کنار امروز ما سر مینو میخوانیم، دستوری است در قسمت به نام چی؟ فلور پلان. اونم فلور پلانی است که شما پس در لیول میریم یا در 3D، وقتی که شما فلور پلان را کلیک میکنین اینجا این صفحه برتون فعال میشه. از شما میخواهی که همین فلور پلانتانه، یعنی پلان هر منزلتانه به کدام مقیاس برتون رسم میکنن وقتی که شما پرینت میکنین، درست هست نه؟ شما اینجا برش مقیاسی را که میخواهید برش مشخص میکنین که به این مقیاس رسم و این مقیاس اونم مقیاسی هست که شما در این قسمت هم دارین، درست هست نه؟ فرضاً یک نسبت یک که نمی چیزی را که میبینین یک نسبت یک هست، یک نسبت دو یعنی خرد شد نصف شد و به این قسمت تا آخره. و کستوم چی کار میکنه؟ کستوم شما خودتان یک مقیاس برش میدین. فرضاً شما در اینجا ببینین وقتی که من کلیک میکنم یک مقیاس یک نسبت 10-20 هست و 25 نیست، درست هست نه؟ شما چی کار میکنین؟ در قسمت کستوم میرین و این قسمت چی جور میکنین؟ 25 یک نسبت خود در چی که بگی یک هست نه؟ ولی مخرج فرق میکنه، ما یک نسبت 25 نداریم، شما یه 25 میگین و اوکی میگین اوتوما در قسمت فعال میشه و همون چیزی که خودتان خواستین اپلای کنین با همون چیز براتون چی میکنه پرینت میکنه، درست هست نه؟ ولی یک چیز دیگه که خیلی مهم است ما در اینجا میخوانیم سیلینگ پلان هم اینی که پس یعنی پلان هایی که برای سیلینگ میتین چی باشه. این حال شما ببینید ما شما سقف های کاذب داریم، یعنی چیزایی که میبینید سقف های کاذب است به خاطر نصب گروپ بات بکه و بعضی چیزهای دیگه ما او را پسان میخوانیم که چه قسم در چت گروپ نصب کنیم و دیگه وسایل یا بات بکه که از جام شما وقتی کلیک میکنین مقیاسی را که میخواین سیلینگ پلان تان یعنی چت های کاذب به کدام مقیاس رسم شده از شما میخواد شما برش مشخص میکنین. دستور دیگه چی است؟ پلان ریجن است که رو روزان برتون گفتم که چی میکنه اما ساحه کاری که شما میخواین دمو پلانتان رسم شوه برتون مشخص میکنه. سعی کنین وقتی که ما پلان ریجن میگیرم در این قسمت وقتی کلیک میکنه توسط خطوط برتون میخواین مشخص کنه که در کدام ساحه میخواین همه پلان ساحه کاریتان در این قسمت باشه.
فقط دینمی کار میکنم. یعنی دینی ساعت کاری ما میخوایم که پلان را کار میکنم دینمی محدوده باشه دمی ساعت. و وقتی که خلاص کردین فینیش اسکیج میگن، اون قسمی که روف فلورا میگفتین ولی چی میگن کوایت اسکیج است. دستور دیگه به نام سیکشن است، اونم سیکشنی است که شما در کدام قسمت خوندین؟ در قسمت مینوی بیسیک خوندین. دستور دیگه به نام الیویشن است. الیویشن چی؟ شما ببینین ما شما توسط همین چهار کامرا چی میکردیم؟ الیویشن ها یعنی نمای چهار طرف خود میتونستیم ببینیم. و این الیویشن ها که شما میگیرین ببینین با دست آزاد میتونین مشخص کنین که کامرتون در کجا نصب شود. درست است نه؟ ما میخواهیم که از این قسمت کامرا نصب شود. وقتی که کامرا را نصب کردین بالاش دبل کلیک میکنین اوتومات اونمون نمایی را که میخواین برتون نشان میده. یعنی با دست آزاد شما موقعیت کامرا را نصب میکنین، تثبیت میکنین. پس در این نما میریم. و دستور دیگه که خیلی مهم است دستور کامرا است. دستور کامرا چی کار میکنه؟ فرضاً ما شما میخواهیم که جزئیات داخل خانه را هر چیزی را که نصب کردیم، درست است نه؟ هر چیزی را که نصب کردیم در داخل اتاق اونم قسمت ها را ما میخواهیم ببینیم. که یک روز دیگه هم گفتم کامرا را انتخاب میکنی و کامرا را از شما میخواهی که موقعیت دیدی را که میخواهیم همون سمت ببینه مشخص کنی. فرضاً ما میخواهیم که کامرا ما از این قسمت ببینه و این طرف ها. و شما بر اندازه که دور میشید دیدی کامرتون کلان میشه. بر اندازه که به کامرا نزدیک میشین دیدتون خرد میشه. شما محدوده دیدی کامرا را خودتون مشخص میکنید. ما فرض میکنم که این قسمت را ببینه. این قسمت ببینین اتومات همون ساعه را که ما و شما مشخص کردیم برای ما و شما اون قسمت را نشان داده. و شما میتونین که دیدی کامرتون این از این قسمت هم چی بکنین کلان بسازین. ما میخواهیم به طرف بالا هم دیده شود یک مقدار، یعنی طرف و طرف راست هم یک مقدار دیگه هم دیده شود. یعنی جا براتون مشخص میکنه. یعنی میشه یعنی توسط از این همه شما مشخص کنی براتون دیدی کامرا را. و شما میتونی که از این قسمت باز رندر بگیرین. خوبیش دمیسته که فرضاً شما زحمت کشتین داخل اتاق دیکوریشن کردی، فرنیچر لوازم مثلا نفر آوردین، گروپ ها رو نصب کردین، رنگ هم دادین و میخواین که از داخل این اتاقتون شما یک چیزی را به شکل عکس بگیرین، درست است نه؟ فرضاً ما اینقدر کار کردیم اینو به شکل و میخوایم اینقدر کار کردیم این قسمت هم دیده شود و این را با استفاده از کامرا شما میتونید این کار را بکنین. در غیر از این کار نداره. وقتی که رندر بگیرین اینو برتون چی میکنه؟ اتومات به شکل عکس برتون امروز میسازه. فرضاً ما میره میخوایم رندر بگیرم و اینه که وقت شما رندر میگین و اونمو قدر شما رندر گرفته میتونین که در دیدی کمیال خودتان در دیدتان میه. مثلا این محدوده را ما به چشمی ما میخوره اونمو قدر رندر میگیره. شما به خاطر از که رندرتان از دیدش وسیع شد با ما اندازه باید پروژه تون دیدشان زیاد بسازین. یعنی ما نزدیک گرفتیم اون قدر میگیره. شما دور بگیرین کاملتر میگیره. پایه را میخوانیم تیار است. در اوجه هم هست سینالی بازنشان میتونیم در قسمت کامپوننت هم هست. سب در سی بودی با مثلا سی منزل داشته باشیم بخواییم در سی بودی داخل منزل توشه. یعنی اون چیزایی که هست ببینیم بالای شما وقتی که میخواین هر قسمت را ببینین باید بالای لیول مربوطش کلیک کنیم. درست هست نه؟ اینی سعی کنی ای را رندر گرفت نه؟ درست هست من فهمیدم منظورتون ها. شما فرضاً در 3D سیم درست هست نه؟ بله. امی دو طبقه هست بله. سه لیول داره. منظورتون چی هست؟ باید لوازمی که در لیول 2 ببینید. بله. درست هست نه؟ در 3D در لیول 2 کلیک کنی لیول 2 و ببرین کامرتون رو در قسمت نصب کنی. استاد بدون کامرا نمیشه؟ نه بدون کامرا نمیشه. کامرا تا نباشه دیگه او را خود امکان نداره که ببینی نه؟ در اوتو در مثلا یک سرخ کفر کنم باز میبینن داخل چه زن مثلا منزل دور ده اینه میشه؟ نه نه ده امکان نداره. اینال شما کامره تانو نصب کنین اینه در قسمت هر جایی که میخواین در موجه ببینین. درست هست نیم؟ باید شما رو پایه نه
این حال کامره را کار کردیم نی؟ کامره شد. این حال چیزی که دیگه کار میکنیم دستور خیلی مهم است به نام واکترو. واکترو چی کار میکنه؟ کالاوت چیزی؟ بله. کالاوت درافتینگ ویو. خب ایده تا یارانو کار نکردیم ولی نمیفهم من چیزایی را که کار کردیم مورد استفاده دارم و را برتون کار میکنم از این قسمت در ویو چیزی که خیلی مهم است این همین قسمت کامره و واکتروز فرضاً شما میخواین که انیمیشن بتین درست هسته؟ کار کردین تمام پروسه تان تکمیل شده میخواین انیمیشن انیمیشن را چی قسم بتین؟ میخواین از این اتاق داخل شاین دیجه حرکت کنه باز از جا بیار فرضاً داخل از این اتاق شاید باز جا باز جا نی؟ شما این کار را میتونید توسط دستوری چی بکنید؟ دستوری واکترو. وقتی که شما دستوری واکترو را انتخاب میکنید در این قسمت از شما میخواید که امون مسیری را که میخواید کامره داخل شده و حرکت کنم مشخص کنید. ما میگیم فرضاً کامره وقتی که میاد این از این قسمت این از اینجا داخل شده این به اینجا پس این از جا داخل شا به ایجا باز دهی قسمت این باز دهی جا دهی جا باز دهی جا این دهی قسمت باز بیرون شا درست هستی؟ شما مسیر برش مشخص کردین وقتی که مسیر مشخص کردین دهی جا یک دستور دیگه دارین بنامه چی؟ ایدیت واکترو و ایجا عباد است که وقتی که شما این را میخواین مووی جور کنین ویدیو جور کنین چندی در چند برتان نشان بده از جا مشخص میکن در قسمت ایدیت واکترو ما میریم در قسمت ایدیت واکترو فریم داره یعنی همون قسمت کامره اگر شما متوجه شده باشین فریم به شکل فریم عکس میگیره نه چند فریم ای آماین کار است 300 فریم به شکل اتومات گرفته و شما میتونید که را برش کنین تغییرات بیاره وقتی که من در اینجا میگم 300 اتومات گرفته میشه پس اون که چسم تغییرات بیارین برتون میگم ایره شما از یک شروع کنی از یک وقتی که از یک بگیرین پلیتون اتوماتیک فعال میشه درست است نه و ایر شما بگین پلی و ای در قسمت چی است در قسمت دو بودی است شما عین کار میتونین در قسمت چی بکنین قسمت سه بودی میرین در بخش 3D بخش در بخش 3D رفته یک دستور داریم به نام واک ترو اون این واک ترو را که معد کردیم دبل کلیک میکنه ای از قبل ساخته شده ایرا کلیک میکنین میگن ایدیت واکترو و از جا فریمش 300 است فریم 300 نمیگیرین ایرا یک شو میگیرین منظوری است که از یک تا 300 بگیره درست است نه وقتی که ایرا گرفتین ایجا چی میگن پلی یعنی ببینین همون قسمت ایرا که مسیر که شما مشخص کردین دمو مسیر کامرتان داخل میشه یعنی ما از جا گفتیم موجه بره باز جا دور بخوره شما میتونین بخاطر از اینکه کمی واضح تر و مشخص تر بیاد چی میگین این دستور را فعال میکنین برای چی میگین شادینگ ویدیوز شادینگ ویدیوز را که گرفتین بالا از این خط کلیک میکنه اینجا ایدیت واکترو میه و این قسمت یک دادین تا به 300 و ایره چی میگین پلی وقتی که پلی بگوین اوتومات همون مسیر را که شما گرفتین برتون هر درکت میره این حالا چه قسمی را شما سیف بکنید طریقه سیف کردنش ایتوست که فرضاً شما امیره ترتیب کرده درست است میرین در قسمت فایل در قسمت فایل که رفتین اینجا یک دستور است به نام اکسپورت در قسمت اکسپورت در قسمت چی میین واکترو واکترو را انتخاب میکنید در اینجا ببینین به شما مشخص کرده رنجش برای شما مشخص کرده که چقدر رنج داشته باشه درست است نه فریم پر سکند از یک شروع میشه تا به 300 هر فریمش 15 ثانیه است درست است نه یعنی 300 از 15 میکنین چقدر میشه هر چقی که شد اونم رو براش مشخص میکنه شما میگین نه وقت زیادتر باشه توتال تایم چقدر میشه 20 ثانیه ولی شما این را کم و زیاد میتونین بکنین میگین که 20 ثانیه نباشه زیاد باشه اینه که زیاد میکنین اتومات ثانیه شما به مو اندازه زیاد میشه و اینه چی میگین اوکی وقتی که اوکی گفتین از شما میخواید که در کدام موقعیت میخواین را سیف کنین فرضاً ما میگیم در قسمت دسکتاپ و ایره میگیم سیف
وقتی که سیف بگوین و ایره میگین اوکی، اینال دیگه ایره میمونین، ایره میمونین تا اونمو وقتی که امو قسمتی که ما ختم کمره را براش مشخص کردیم. وقتی که کمره ختم شد اوتومات سیفتان هم اونمو وقت تکمیل میشه. باز براتون اوتومات در موقعیتی که میخواین به شکل AVI سیف میکنه. فرضاً ما این قدرش میگویم کافیست، وقتی که یاس بگویم در قسمت دسکتاپ برم اینجا ببینید این به شکل AVI آمده، اما قدر را که ما گرفتیم تنها. و شما وقتی که رندر بگیرین و بعد از او باز تمام چیزتان بسیار واضح و مشخص معلوم میشه و یکی چه قسم واکترو را که رندر کار کنیم بازی را انشاءالله میخوانیم. دستور دیگر که انجینر صاحب گفتن که چیز در گجاست هم بعد ستون هاست پای هاست چیز هاست نه، در قسمت لیول یک میریم، این درس های بعدی است که ما گفتیم پسان میخونیم. یعنی ببینید در قسمت یک دستور داریم به نام کالم، صحیح نه؟ در اوجه پای ها و ستون های مشخص دیزاین شده تیار است، شما میتونید از او رد کنید که او را بخیر در مینوی مدلینگ میخونیم. در قسمت ویو چیزایی که زیاد کاربرد داره این قسمت هاست که ما ممی آره خوانیم، کسایی که به ما درس دادن همی دو چیز سر زیاد تاکید کردن و دیگر در قسمت بیسیک خود کلش باید بخونین که آنها خواندیم. در قسمت ویو هم این کامره است که تی واک ترو. در قسمت مودلینگ بخیر روز دیگه که میخوانیم چیزایی بعضش تکراری است، مودیفای همو مودیفای است، وال همو وال است، دور همو دور است، ویندوز چیزی که نواست یا چی است کالم است. شما چه قسم ستون و پایه اضافه کنه، کامپوننت همو کامپوننت است، روف هم هموست، فلور هم هموست و چیزی که خیلی مهم است سلنگ است، سقفای کاذب است که شما چه قسم سقفای کاذب است در ساختمان تا نصب کنین به خاطر نصب کردن بادبکه فرزن لایت ها که بازوجه تیار است، بازور انشالله کار میکنیم. دیگه زینه است، بخش زینه است تیار، چه قسم زینه را رسب کنیم، بخش کتار است که خیلی مهم است، بخش رمپ است که انجینر صاحب گفتن فرزن پوشش های مایل چه قسم کار کنیم، یا سوتوی مایل شما اگر دیده باشین پارکینگ های موتر است نه تاکوی داره، یا که شفاخانه است که برای مریضات بایسکلاش رمپ باید ضرورت است که در قسمت یار کلش مکمل کار میکنیم. مودل تکس تکس هایی هستن که از قبل ساخته شده، اینا رو تمامش انشالله روز دیگه میخوانیم. این رو بخیر خواندیم، کوشش میکنیم این قسمت هم خلاص کنیم. در قسمت رندرینگ میریم، باز در قسمت سایت یک خلاص شد، باز یک پروژه که ایمپورت میکنیم از اتوکد قسمی کار میکنیم که تمام امیو دمو شامل شود، درست است نه؟ شما مقصد از کارتون یک پروژه رو پیش خود پیدا کنی که یقدر ثقیل نباشه کار کنه، باز چیزی که مشکلات باشه در جریانی بله کار میکنیم. در چی؟ در تکست. اینجا؟ آمین چند وقت مونده بود امی صورت اقل ایک پس لیره آمان بالا این قسمت؟ امی سگمنت هایی برای امی چه سه بخش لیره چی کنم؟ خب وان سگمنت ایران ما کار نکردیم ولی نمیفهم کجا تنها چیزایی که خیلی مهم است اینجا صاحب شما میا رو بفهمین این یاستا که این یا بولت میکنه یا تالیک میکنه یا من در لاین میتبرش سگمنت ها را خود ما هم کار نکردیم نمیفهم مشخص چی کار میکنه، چیزی را که ما میفهم اونم چیزایی بود که براتون گفتم. مثلا دو تاخ فرشی دارم، دو تاخ فرشی من ازم میخوام که دو تاخ فرشی دارین؟ دو تاخ فرشی هست، دو تاخ فرشی هست، دو تاخ فرشی هست، نصب کنین الموری هست، شما نرفتین نه؟ در قسمت کامپوننت برین، در قسمت لود در این قسمت فرنیچر که شما اینجا انتخاب میکنین نه؟ انواع چیزایی را که بخواین امکان نداره که نباشه، هر چیزی را که بخواین هست، هر چیزی که شما ضرورت دارین در بین اینمیا هست، به شرط از اینکه شما بپالین که در کدام قسمت هست. دینمی قسمت تمام لوازمی که شما ضرورت دارین تمامش هست، تمامش هست. اصلا که کار کنیم او را در قسمت رم کار میکنیم، اینجا یک دستور داریم به نام رم، این در قسمت مدلینگ است رم، چیزایی که به شکل مایل میان این را باز جا کار میکنیم. این چی که مشکل باید 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 باید